ایشون در تماس بودم و ازش خواستم که برگرده خونه. چندین بار باش تماس گرفتم، خب بارها جواب نداد، ولی چندین بار هم جواب داد و به دلیل اینکه توی شلوغی بود، سر و صدا بود و خب در حال برحال تظاهرات بودن و خب قطع شد بیشتر. و آخرین باری که من با نیکا صحبت کردم ساعت 11:30 شب گذشته بود، شاید بیشتر، شاید دقیق خاطرم نیست، ولی میدونم که یا 11:30 بود یا اینکه 11:40 دقیقه شب بود که آخرین تماس رو من با نیکا داشتم و البته دوستشم و مادر دوستشم مرتب باش تماس داشتن و با منم در تماس بودن. بعد موبایل نیکا که صداش می اومد، صدای دوستاش می اومد، صدای داد و فریاد می اومد که اسم مأمورا رو می آوردن و در حال فرار بودن گویا، موبایل نیکا همون موقع قطع شد، یعنی خاموش شد و تا به حال هم خاموشه. همه می گفتن که اسمی ازش نیست، آمارش رو نداریم، فقط یک نفر بود که به ما اطمینان می داد و این برای من بعد از اینکه متوجه شدم چه اتفاقی افتاده برای من جای سوال واقعا که چطور این شخص به من کاملا اطمینان میداد که شماره ملی نیکا رو من دادم و میدونم کجاست، سپاه گرفتشون و آمار نمیده سپاه به دلیل اینکه تعداد زیادی رو گرفته و میخواد تک تک ازشون بازجویی کنه. جاش خوبه نیکا، جاش امنه، حالش هم خیلی خوبه، من کاملا خبر دارم و مطمئن هستم. من خودم رؤیت کردم کامل جنازش رو، بدن دخترم کاملا سالم، دست و پاها اندامش سالم بود، فقط اون بخیه‌ای که اون چیزی رو که برای کالبد شکافی شکاف داده بودن، اون بخیه ها و اون چیز بود، زخم اون بود، ولی بقیه بدنش سالم بود، انگشتاش، پاهاش، دستاش و بدنش سالم بود، فقط صورتش، گونه‌هاش شکسته شده بود و دندون‌هاش و پشت سرش که یک ضربه خیلی شدید خورده بود و جمجمش رفته بود تو.